و وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که اقدامات جمهوری اسلامی را که در تضاد با منافع آمریکاست زیر نظر دارد و بر پایه آنها پاسخ مناسب می‌دهد. الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا، در گفتگو با همکارم فرهاد پولادی تأکید کرد که واشنگتن در پاسخ به تهران از توانایی متحدان و شرکای خود از جمله اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هم بهره می‌گیرد. او در این گفتگو با اشاره به اظهارات دبیرکل ناتو درباره ضرورت تقویت همکاری اعضای ناتو با کشورهای حوزه اقیانوس‌های هند و آرام در مواجهه با اقدامات حکومت ایران، چین و کره شمالی هم صحبت کرد. این هفته در واشنگتن ما 75 سالگرد ائتلاف ناتو را جشن می‌گیریم. ما توانستیم برای 75 سال از مردم ما محافظت کنیم و ما در مورد چگونگی محافظت از مردم ما در 75 سال آینده صحبت می‌کنیم. همه همپیمانان ائتلاف ناتو دعوت شدند و هم شرکای مهم ائتلاف ناتو دعوت شدند، به ویژه شرکای ما در منطقه هند آرام. این همکاری با این کشورها نه تنها برای ائتلاف ناتو حیاتی هست، بلکه برای دولت آمریکا هم حیاتی هست و ما کوشش میکنیم تا به این همکاری ها تقویت بدهیم و ما برنامه های نو برای تقویت این همکاری را شروع میکنیم. دبیرکل استولتنبرگ همچنین در سخنان دیگرش در واشنگتن به افزایش ریسک پیروزی روسیه در اوکراین صحبت کرد و افزود که این پیروزی در صورتی که انجام بشه، رهبران خودکامه‌ای مثل رهبران جمهوری اسلامی، کره شمالی و چین رو گستاخ‌تر می‌کنه. آمریکا چه برنامه‌ای داره که این جمهوری اسلامی از اینی که هست، به قول گفته آقای استولتنبرگ، گستاخ‌تر یا جسورتر نشه؟ از دیگاه ائتلاف ناتو و از دیگاه دولت آمریکا، جنگ روسیه علیه اوکراین بزرگتر از روسیه و اوکراین هست، راجع به ارزش های ما هست و به خصوص ارزش های دموکراسی و حقوق بشر. و وقتی که ما از اوکراین حمایت میکنیم، ما هم از دموکراسی و ارزش های مهم مانند حقوق بشر هم حمایت میکنیم. بنابراین اوکراین باید پیروز شود و ما مطمئن هستیم که با حمایت از بیشتر از 5 کشور از جمله دولت آمریکا، اوکراین پیروز خواهد شد. خب به پیروزی اوکراین اشاره کردین. در همین بیانیه پایانی سران ناتو چندین نوبت به جمهوری اسلامی اشاره کردند. یکیش در رابطه با اقدامات برهم زننده جمهوری اسلامی به امنیت یورو اتلانتیک، یا به عبارت دیگه همون اروپا و این سوی اقیانوس اطلس آمریکا اشاره داره. دولت آمریکا چه برنامه‌ای در این زمینه داره؟ قسمی که شما دیدین در بیانیه نهایی ائتلاف ناتو، بعضی کشورها را که از روسیه حمایت میکنند زیر نظر داریم. یکی از این کشورها چین هست و یکی از این کشورها ایران هست. قسمی که شما در جریان هستین، ایران پهپادها را به روسیه فراهم میکند و روسیه از این پهپادها استفاده میکند برای کشتن غیر نظامیان اوکراینی. از دیگاه دولت آمریکا، ما تلاش میکنیم تا این همکاری نظامی را زیر فشار قرار بدهیم و به این کار ادامه پیدا میکنیم. نوع این فشارهایی که در برنامه‌تون هستش، مثلا میشه یه نمونه‌ش یا چند نمونه‌شو بگین؟ به طور کلی ما از تحریم‌ها استفاده میکنیم. ما کوشش میکنیم تا برای تقویت همکاری‌های ما هم تلاش میکنیم. یک بخش دیگه در این بیانیه به همون حالا جزئیات بیشتر ارسال و تجهیز همون هواپیمایی پهپادهای روسیه اشاره داره و یک هشداری هم به ایران داشت که هر گونه انتقال موشک بالستیک و فناوریش رو به روسیه موجب تشدید اوضاع میشه. خب اما جمهوری اسلامی اصلا کمک به روسیه رو رد کرده. از اون طرف آمریکا میگه نه، جمهوری اسلامی داره این کار رو میکنه. خب این الان تو یک چرخه افتاده که آمریکا میگوید، تهران رد میکند. آمریکا چه برنامه عملی داره که جلو این رو بگیره؟ در بیانیه نهایی نشست ناتو دو انواع
تهدیدات مطرح شده. یکی تهدیدات ناشی از روسیه بود و دوم تهدیدات که ناشی از تروریسم هستند. و قسمی که شما جریان هستین از دیگاه ما، ایران بزرگترین حامی دولتی تروریسم است و از حماس حمایت می کند، از حزب الله حمایت می کند و هم از حوثی ها حمایت می کند و ما از همه ابزارهای ممکن استفاده می کنیم تا با این تهدیدات مقابله کنیم. خب یعنی دیروز هم آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا DIA گزارش جدیدی مطرح کرد در رابطه با ادامه کمک‌های جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن، و در سازمان ملل هم نماینده آمریکا در سازمان ملل هم گفتش که ما از جمهوری اسلامی می‌خوایم که این انتقال غیرقانونی رو متوقف کنه، ولی این خیلی نرم هستش. از جمهوری اسلامی خواستن، خواستم ببینم که آمریکا برنامه قوی تری از این درخواست داره یا نه. برنامه آمریکا برای پاسخ دادن به حملات حوثی ها خیلی قوی هست. ما از تحریم ها استفاده می کنیم، ما از توقیف ها استفاده می کنیم و هم ما یک ائتلاف برای حمایت از آزادی نفتداری در این منطقه هم تشکیل دادیم. ما با بیشتر از 20 کشور با هم کار می کنیم برای جلوگیری از حملات حوثی ها و برای دفاع از ارزش های ما در این منطقه و ما به این کار ادامه می دهیم. خب برنامه ای هم داریم برای جلوگیری از انتقال کمک های ایران به حوثی های یمن؟ میتونم به طور کلی بگم که ما از توقیف ها استفاده می کنیم، ولی سخت است که وارد جزئیات بشم چون امر استخباراتی و نظامی هست.